نام خالق زیبایی ها و سلام و احترام خدمت همه شما بیننده های عزیز در هر جایی که هستین و بیننده برنامه ما هستین. از خدای بزرگ بهترین ها را برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستم. شما هموطنان عزیز ما امیدوار هستم که جور و سعادتمند باشین. بیننده برنامه روشنا هستین از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری. بهترین ها را برای یک یک شما عزیزان موفقیت، پیروزی، سربلندی را برای همه شما عزیزان خواهان هستم و امید دارم که در جمع صمیمی خانواده های خودتان بیننده برنامه ما باشین. شما خواهران عزیز، شما بانوان گرامی، یک سلام ویژه و خاص میخوام تقدیم شما عزیزان کنم و شما عزیزانی که متوجه از این هستین که چه مسئولیت های زیادی در زندگی دارین، چه رسالت بزرگ در زندگی دارین، وظایف و مسئولیت های خودتان را آگاه هستین. وظایف و مسئولیت هایی که یک زن در زندگی داره و در جامعه داره بسیار اهمیت داره. رسالت مادری وظایف شما مادر عزیز هست، کم نیست. وظیفه بسیار سنگین هست. نقش انسان سازی و تربیت هست که یک مادر نمونه میتونه داشته باشه. یادگیری مهارت‌های زندگی برای شما مادران عزیز و همه انسان‌های جامعه یک ضرورت بسیار هست. تصمیم گیری، انتخاب، برنامه ریزی، مدیریت، رهبری، اینها همه میشه که مهارت زندگی هست در زندگی که باید ما و همه شما عزیزان و به خصوص شما بانوان عزیز در زندگی متوجه از او باشیم تا اینکه بتانیم زندگی بسازیم و یک خانه بسازیم که در او همیشه آسایش هست و آرامش هست. و نقش های زیادی که شما بانوان عزیز در اجتماع دارین، مشارکت شما در اجتماع به عنوان یک زنی که در اجتماع مشارکت داره میتونه یک مسئولیت مهم شما بانوان عزیز باشه. و شما عزیزانی که امروز بیننده برنامه هستین همچنان بیننده برنامه باشین، به خصوص شما بانوان عزیزی که همیشه ما را همراهی کردین در خانواده. همراه با خانم حسنات عزیز هستیم در استودیو. سلام گرم تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود بر شما و همکاران ارجمند شما در استودیو در پخش این برنامه و سلام ویژه دارم به حضور هموطنان گرامی، خواهران و مادران عزیزی که پای این برنامه نشستن و تماشاگر تلویزیون هستن. زنده باشین. تشکر خانم حسنات، از حضور شما هم سپاسگزار هستیم. خانم حسنات، من یک مقداری با بیننده های عزیز صحبت کردم، با بانوان عزیز، گفتم که بانوان اکثر مسئولیت های زیادی دارن در زندگی، مسئولیت ها، رسالت زیادی دارن و انشالله که ما بانوان متوجه این رسالت عظیمی که در زندگی در خانه و جامعه داریم باشیم. حالا این صحبت هایی که من انجام دادم میتونه ارتباطی هم داشته باشه با موضوع ما، ای که میخوایم نسبت به این موضوع صحبت و گفتگو کنیم که امام حسین علیه السلام وقتی که روانه کربلا شد خانواده را همراه خودش آورد در مسیر که میامد. خب چرا؟ شاید این سوال در ذهن بسیاری از افراد باشه که چرا امام حسین این کار کرد، چرا زن و اولاد و خانوادرم همراه خودش در این سفر آورد و هدف او چی بود؟ بسیار خوب، ما قبلا بر عزیزان خود تبیین کردیم یک مقداری که امام حسین علیه السلام بر اساس آگاهی که نسبت به اوضاع سیاسی اسلام داشت، بله، و اون عقلانیت که داشت لازم دید که در این سفر خطیر، درست، در قیام و نهضت خود زنان را هم سهیم کنه، بله، و زنان همچنان با خودشان در صحنه های هولناک و وحشتناک این قیام حضور داشته باشند تا بتانن انشالله این قیام خدا به پیروزی و کامیابی برسانن. درسته. خب مشخصه که بله، امام حسین علیه السلام از شروعی که از مدینه حرکت کردن زنان و دختران خود با خود هم سفر ساختن، بله، و به سمت کوفه و کربلا را افتادن. از جمله این که در مکه معظمه رسیدن هم زنان با ایشان هم سفر شدن و در مسیر را همچنان زنان، بله، با ایشان بر رکابشان، بله، پیوستن. خب حتما برای ما این سوال ایجاد میشه که خب چی
دلایل وجود داره که سید شهدا حضرت امام حسین علیه السلام بله. در این قیام، در این نهضت زنان را اجازه بدهد که با ایشان هم سفر باشند. درسته. و در سفر کربلا اینا همچنان در صحنه حضور داشته باشند. خب میگن سه تا دلایل وجود داره. بله. دلیل اول، چون در عادت و رسوم مردم عرب و مردم باستانی عرب بود که زنان خود را در سفر می بردن و همچنان زنان خود را در جنگا و نبردا سعی می ساختن که صحنه را ببینن و یک مقداری کمک و همکاری کنن با اینا که در این مثلا اهداف و اون چیزایی که دارن زنان امراشان پا و پای ساده همراهی کنن. بله، همراهی دوش و دوش مردانشان باشن. حالا نقش روحی دهی بیشتر داشتن؟ بیشتر نقش مثلا در جنگا نقش زی که حتما از مجروحین اینا و از بیماران خود پرستاری بله، بله، بکنن پرستاری میکنن. کاملا زنان عرب عادت داشتن که این تشویق میکردن مردان خود را در نبرد و در جنگ و در اون چیزایی که مثلا اهدافشان بود و بله. سنگر میگرفتن و میجنگیدن. امام حسین علیه السلام امین کار را کردن و میگن که طبق این عادت عزت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همچنین رسومی داشتن که در هر جایی که میرفتن مخصوصا در جنگ و جهاد و مبارزه علیه دشمن زنانشان با ایشان دست پار میشد و اونا به مداوای مجروحین میپرداختن و همچنان مشابق مردان خود بودن. بالاخره یک کمک کننده کامل برای مردان محسوب میشدن که مردانم روحیه میگرفتن بله. و کاملا مدافع زنانم بودن. نار در پوش صحنه نگاه میداشتن که دشمن اگه وقته به اینا تعرض نکنه و یا دشمن اگه وقته به اینا زر مشکنجه و عزت آزار روامه دارم. خب یکی این عادت بود که امام حسین علیه السلام طبق همون رسوم درست جامعه عمل پوشید و زنان خود با خود امرکاب کرد. بله. یعنی رهسپار اون دیار شد که هدفشان بود که باید برسن به سرزمین عراق و بالاخره به دعوت مردم کوفه به اونجا برن مشرف بشن و مردم از نزدیک ببینن که علی چی. خب حالا چی هدف داشتن که این کار کردن؟ خب ما از هدفشان این بود که یکی تشکیل حکومت اسلامی بود، یکی امر به معروف نهی از منکر بود، یکی احیای مجدد دین اسلام بود. بله. دیگه ای که میخواستن مشخص کنن که دشمنانشان دوستانشان در کدام سطح هستن و میتونن با اینا همکاری بکنن، لذا با اینا هم سپار شدن. و زنان هم که با امام حسین علیه السلام بودن زنان کاملا شجاع متدین پاکباز کاملا شکیبا کاملا منطقی و با عقلانیت و با اون شهور و فهم که داشتن، یعنی زنانی بودن که مسئولیت های خودشان را متوجه بودن. بله. همون صحبت هایی که در شروع برنامه داشتن. بله. یعنی مهارت های بسیاری از مهارت های زندگی در وجود خودشان پرورش دادن. بله. ایثار، صبر، استقامت و اینجا بزر. اسلام با ما میفهماند که مردان تنها در جامعه بله. نمیتونن که وظایف خود انجام بدن، زنان هم میتونن اگر انشالله این وبود را داشته باشن و این جرأت را داشته باشن برای وظایف خانداری و تربیت فرزند و اون امور که در خانه و خانواده میپردازن میتونن بیرون از خانواده در بین جامعه ایفای وظیفه بکنن، مدافع اهداف خود باشن، مدافع اهداف همسران خود باشن و همچنان مدافع دین و آیین و اون چیزایی که برای جامعه مفیده که باید مردم ببینن بشنون باشن. زنانی که در این قیام و در این نهضت سعیم شدن واقعا زنانی بودن که شهادت امام حسین علیه السلام را با اسارت خود یا با پیام رسانی خود یا با وظایف خود کامل کردن. بله. این یک دلیل میشه. دلیل دوم این که سید الشهدا امام حسین علیه السلام زنان را با خود رهسپار کردن و در مدینه نگذاشتن که اینا تنها بمانن، چون مردان کاملا دیگه رای رهسپار جبه های جنگ شدن و برای دفاع از اسلام برخواستن. بالاخره زنانی که با امام حسین علیه السلام رهسپار شدن یک نوع دلجمی برای امام حسین علیه السلام ایجاد بله. شد، به خاطر اینکه اون وقت اون زمان اگر زنان خود را تنها در مدینه مگذاشت احتمال داشت که
دشمن از زاوی مختلف به زنان آسیب برسانه. بله بله، اینا شکنجه و اذیت آزار بکنه، به زندان بندازه، چنانچه دشمن کارش همین بود. بله، دشمنانه که ما در مقابل دین اسلام داریم، در مقابل ائمه معصومین علیهم السلام داریم، در مقابل پیامبر عظیم شان اسلام داریم، کاملا بیرحم بودن، کاملا ستم پیشه بودن و اینا کسانی بودن که وقت غالب می شدن بر اون صحنه های جنگ و به اسلام میدان های نبرد، ظلم و شکنجه و اذیت و آزار خود به طبقه ضعیف بیشتر می رساندن. بله، به کودکان و مثلا به زنان و یا بقیه که بیمارن یا مثلا خانه نشینن، در حالی که در آیین ما منع شده که کسی به کودک و به بیمار و به زنان آسیب برسانه. درست. اما امام حسین علیه السلام نخواستند که تنها بمانند. بله بله، لذا اما گپ امروزی که مثلا میگن گروگانگیری میکردن، گروگانگیری میکردن، در واقع دیگه یعنی یک آسیب میرسید. بله، که روحیه مسلمانان شاید ضعیف میشد به این، و همچنان نخواستند که زنان محترم حرم شریفشان به دست کسان بفته که اینا نابکار بودن. بله، اسیر دستان اونها بشن. بله. بسیار خوب، میان برنامه تقدیم عزیزان و بعد از این میان برنامه که تقدیم شما عزیزان میشه حتما بیننده برنامه باشین. مسیو ماربین خاورشناس آلمانی معتقد است در ظاهر یزید حسین و یارانش را کشت، اما در باطن حسین، یزید و همه بنی امیه را بدتر از هزار بار کشت. یزید آنها را یک روز به شهادت رساند، اما امام حسین یزید و طرفدارانش را تا ابد و هر روز می کشد. مسیو ماربین در جای دیگر می نویسد حسین با قربانی کردن عزیزترین افراد خود و با اثبات مظلومیت و حقانیت خود به دنیا درس فداکاری و جانبازی آموخت و نام اسلام و مسلمانان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند آواز ساخت. تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده و همه شما خانواده های عزیز و خوشا به حال شما بانوان و شما مردانی که زندگی خودتان را حسینیوار پیش میبرین و زینبی زندگی میکنین و انشالله که بتانیم الگو بگیریم و سرمشق بگیریم از زندگی این بزرگان و بتانیم زندگی خود ما را به همین گونه پیش ببریم و انشالله متوجه ازی باشیم که اگر زندگی ما بر اساس زندگی آنها باشه و الگو از آنها بگیریم، موفقیت و پیروزی حتما شامل حال همه ما خواهد شد. در ادامه میپردازیم به صحبت‌های خواهر خوبم خانم حسنات که سوال ما همی بود که چرا امام حسین علیه السلام در مسیر که رفت و در به سمت کربلا عازم شده بود، چرا با خانواده و زن و اولاد رفت؟ بله، قبلا ذکر کردیم که 3 دلایل وجود داشت که آقا زنان و کودکان و مثلا زنان حرم را با خود حرکت دادن به سمت عراق. اولش که گفتیم عادت و رسوم عرب باستانی بود که این زنان خود در اکثر جنگا و نبردا سهیم می ساختن. دومش این که از ترس دشمن که مبادا دشمن بر زنان غالب و مسلط بشن، لذا اینا رو خودم سفر کرد که یعنی هرچی باد آباد زیر نظر خود سید الشهدا باشه. درستم که الحمدلله خیلی موثر واقع شد که انشالله در آینده بر خواهران خود تبیین میکنم که چقدر زنان در این نهضت و قیام پیروز و موفق عمل کردن و توانستن که قیام و نهضت امام حسین علیه السلام را به پیروزی و موفقیت برسانند. بله. یک نوع پیوند خانواده را نشان میده خانم حسنات. این هم بستگی و همدلی بین خانواده هست. بله. به نظر من بهترین همدلی هست که خب
وقتی که مردان تسلیم میگیرن یک کار مثبت خوب انجام بدن، زنانشان هم با ایشان بله. هم قدم و به اصطلاح هم فکر و اندیشه هست و میخواین که تکمیل بسازن به نوی کمک رسانی به بله. مردان خود یعنی یک نوع مکمل هم دیگه هستن. ببین مثلا ما همیشه زن و مرد رو در مسیر زندگی و در یک خانواده همیشه گفتیم که مثل دو بال یک کبوتر میمانن، همیشه کاملا. در کنار هم هستن و مکمل هم بله. هستن. حالا در این حادثه هم در این قیام هم ما میبینیم که حتی در یک قیام عظیم هم میتونه همین گونه باشه، همکاری بکنه، اینا در کنار هم هستن و مکمل هم هستن. یکی که ما یک وقت سوال میپرسیم از خواهر خود، از یک مادر، از یک دختر، از یک همسر، بله بله. خب که همسر شما چی کار دارن میکنن؟ درس میخوانن، دکان دارن، مغازه دارن، کارشان کجاست؟ یعنی کمال ناامیدیست که یک زن بگه من خبر ندارم که همسر من چی کار داره میکنم، همسر من دکان چی داره، همسر من کجا میره. یعنی این چقدر عالم بیخبری را زنان نشان میده که همچنین اظهار بکنن که ما از وظایف و کار و مشغولت های همسر خود خبر نداریم. برعکسش میبینیم که زن و شوهری درک بین خانواده در بین خانواده با هم مشورت دارن با هم صحبت هایی دارن که کاملا اهدافشان مشترک درست. و تلاشی که میکنن و رسیدن به این اهداف از دو جانب صورت میگیره، بله. از طرف مرد و طرف زن. این یک نوع همدلی نشان میده و دیده در تمام صفحات تاریخ اسلام زنان با مردان اگر امرا بودن با اون مردای مؤمن شریف و متدین موفق بودن، بله. یعنی کارشان مثبت جلوه داده شده که اینا وقتی همکاری کردن همدردی کردن، مخصوصا در مکتب زینبی و در مکتب حسینی و در این قیام که میبینیم کاملا تاریخ شهادت میدهد که تا امروز روز کسی که رمز پیروزی را درک کرده در قیام عاشورا از خدمتگزاری مکتب زینبی بله. بوده است. بله. خب دلایل دیگه که ما میبینیم عزت سید الشهدا زنان با خود امراه کردن که خیلی مهم به نظر میاد، چون اگر زنان در این حادثه نمی بودن دشمن و خاندان بنی امیه داستان کربلا را تعریف میکرد و به نفع خود بین مردم پخش بله. میکرد و جلوه میداد. درست. پس چی؟ در این قیام زنان که با امام حسین علیه السلام حرکت کردن کاملا موفق بودن، دشمن را نگذاشتن که واقعه با اون قیام خونین کربلا را برعکس جلوه بدن بله. و به نفع خودشان برای مردم تبیین بکنن. درست. پس دلیل سومی که ما میتونیم برای خواهران خود اظهار بکنیم از قیام امام حسین علیه السلام و شرکت زنان در این نهضت اینه که خب امام حسین علیه السلام میفهمید که خودشان به شهادت میرسن. درست. و بالاخره اگر شهیدم بشن صحنه های زندگی و تاریخ اسلام سپرده میشه به دشمن. خب کسی باید باشه که تبیین بکنه، کسی باید بله، باشه که پیام رسانی بکنه، بله. کینا را برای دشمن طور جلوه بده، برای مردم طور جلوه بده که نقشه هایشان اما باطل و منفی بوده. یعنی این کار امام حسین علیه السلام کاملا هدفش مشخص بود، بله. دقیق بود، میفهمیدن که چه کار باید انجام بدن که بنی امیه را توسط زنان که با ایشان در این حادثه بودن در این قیام بودن رسوا کنه، به طور اونا جلوه بده که نگذارن واقع عاشورا برعکس جلوه بدن و برای مردم بفهمانند که خب امام حسین کسی نبود جز یک فرد بیگانه از اسلام، بله، که خروج کرده در علیه حکومت یزید، علیه حکومت اسلامی، علاوه به نظر زنا حکومت اسلامی بود، در حالی که این همه ظلم و استبداد که توسط اونا در جامعه و در محیط و در کشور و در شهر میشد تمام مردم آگاه بودن. اگر این قیام با شهادت امام حسین علیه السلام به پایان رسید با اسارت زنان حرم مخصوصا عزت زینب سلام الله علیها و با قیام و رسالتی که بعد از عاشورا داشتن کامل تکمیل شد. درست. یعنی نگذاشتن که دشمن استفاده بکنه و در بین مردم جهان جلوه بده که وقتی ما مثلا قیام کرد به خاطر ازی بود یا ما نخواستیم یا نباید میشد یا ما مقصر نیستیم در این حادثه که کشته میشد.
یک چیزی بود که دشمن به نفع خود به اتمام میرسان. ولی امام حسین علیه السلام میگن آگاهی و عقلانیتی که داشتن نگذاشتن که تنها سفر بکنن. بله، یعنی از اهداف مهمشان بود که با شهادتشان این قیام به پایان میرسن. پس کیا باید پیام رسانی کنن، کیا باید رسوا کنن دشمن را، زنان را با خود آوردن و نگذاشتن که این قیام و این نهضت و این جهاد، بله، که علیه باطل و حکومت های ظالم و پرستبداد اون زمان بود به نفع اونا تمام بشه. لذا تلاش کردن که خب ما میبینیم که در این سفر واقعا خدمات یا اون شایستگی های زنان هم مخفی نیست. درست. چی زنان خوبه که در این حادثه بودن و در این قیام سهیم شده بودن، خیلی هم بارز و خیلی هم روشن صحبت میکردن. و خود بانوی حرم حضرت زینب سلام الله علیها با اون تربیت خوبی که در دامان پاک خانواده شریف پیامبر امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها یافته بودن، چگونه خواستن که عمل بکنن. و الحمدلله تاریخ در بین کل جهان اسلام این شهادت میده که بله، قیام امام حسین علیه السلام بر حق بود و سخنان حضرت زینب چقدر پرتاثیر بود که بله، در همه جای دنیا بدون ترس و وحشت، بدون ذکه برنجن، گوشگیر بشن، خالص بر شهدا گریه کنن. یا مثلا این که باز یاد واقعا بد جلوه میدن حضرت زینب ستم دیده یا مثلا رنج کشیده. ما باید بگم که این بانو چقدر رشادت، چقدر شجاعت، بله، چقدر فصیح و بلیغ صحبت میکرد و در این مسیر داشت که تانیستن قیام برادر خود برای مردم جهان خوب جلوه بدن. یعنی در او خفقان و در او یک محیطی که پر از وحشت بود، پر از خفقان بود، حضرت زینب علیه السلام با نقشی که ایفا کردن چقدر موفقیت ها را به وجود آوردن. بله، یعنی با همون شجاعتی که داشتن تانستن خطبه هایی بخوانن و صحبت هایی بکنن، برملا کنن بسیاری و اعمال وحشیانه دشمن را، بله، بر مردم روشن بسازن و تبیین کنن که قیام امام حسین علیه این ستم درستن. پیشگان بود که نخواستن در جامعه برای مستضعفین ایجاد بشه و بالاخره ستم دیدگان زیر فشار دشمن میره. بله. این اگنه و تلاش از سوی حضرت زینب سلام الله علیها بود. حالا حضرت زینب سلام الله علیها و سایر بانوانی که در آنجا بودن با تأثیر از مکتب زینبی، بله، هر نوکی بانوی حرم عمل میکرد، این زنان هم مدافع اسلام بودن. یعنی این زن بودن همگی اینها، زنانی بودن همچون زنانی که همکنون هستن در زندگی خانواده و جامعه، ولی خب آنها کسانی بودن که خود ساخته بودن، خودشان با هدفشان با مردانشان مشترک، بله، آگاهانه زندگی کردن، تحقیق کردن، مطالعه داشتن و تصمیمشان با مردانشان یکی بود. رسالت‌هایی که به دوش داشتن و به واقعیت اونها را پیش می بردن. خدا بکنه که زنان امروزی ما ان شاء الله، بله، ما هم بتانیم مردان خود حمایت بکنن و با اون فهم و شعوری که دارن بتونن آداب اسلامی خود در جامعه به خوبی به نحو احسن پیش ببرن. بسیار خوب، میان برنامه تقدیم شما عزیزان و همچنان همراهی کنیم. عزیزان بیننده، شما بیننده برنامه روشنا هستین از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری و موضوعی که با شما عزیزان گفتگو میکنیم این هست که امام حسین علیه السلام برای رفتن و عازم شدن به سفر کربلا چرا خانواده خودشان را همراه بردن. انشالله که ما و شما بانوان عزیز هم جز افرادی باشیم که خودسازی داشته باشیم و به حد زندگی خودمان را بسازیم
که هدفمند باشه و این هدف اصلی زندگی ما رضایت خداوند باشد، چنانچه که حضرت زینب سلام الله علیها و همه بانوانی که در آنجا بودند تسلیم رضای خدا بودند و توکلشان به خدای بزرگ بود و این چنین بود که همه چیز را زیبا می دیدن و زیبایی در زندگیشان بود و مثبت اندیش بودن. حالا می پردازیم به ادامه صحبت ها و ببینیم خانم حسنات عزیز در ادامه صحبت چه گفتگویی دارن برای ما. بسیار خوب. شاید سوال برای همه ما ایجاد بشه، برای خواهران ما، برای دوستان ما، برای خانم ها مثلا، که خوب آیا که زنان شرکت کردن، این که نتیجه زنان در حادثه یا در قیام نهضت سیده شده چی بود؟ انشالله اگر جلسه هاتی ما فرصت داشتیم برای خواهران خود تبیین میکنیم. این که امام حسین علیه السلام خواستند که زنان شرکت بکنن، باز دوباره ما باید تکمیلی رو داشته باشیم که خب آیا موفق بودن؟ آیا تانستن این کار انجام بشه که دشمن رسوا و نابود بشه؟ ما میگیم بله، در صورت که در جلسه اول قبلا عرض کردیم که در صورت که زنان زمین ساز و نقش‌آفرین که در این قیام بله سهیم بودن، مثل ام سلمه، مثل حضرت ام البنین، مثل مادر علی اکبر، مثل ماریه بله بنت سعد، کینا وقتی که زمین ساز بودن یعنی مجاهد پرور بودن، اینا همه مجاهدین تشویق میکردن که بر کعبه امام حسین علیه السلام بجنگن. خون زمان دیگه در واقع ستم بنی امیه خیلی هم قوغا کرده بود در جهان اسلام و این حکومت اسلامی رو وارونه جلوه دادن و حق مردم سلب کردن، بیت المال اسلام و مسلمین بنابود کردن. لذا از اون زمان ما زنان داشتیم که زمین ساز این قیام شدن. بله یعنی اینا اون وقت در محیط و در جامعه و در خانه خود فعالیت هایی داشتن که بالاخره مشوق مردان شدن دقیقاً که با امام حسین علیه السلام در این قیام بله بپیوندن. همون که زنان مشارکت اجتماعی دارن، مشارکت اجتماعی، فهم آگاهی دارن، بیداری دارن، یعنی میدانن که قیام مردانشان برحقه. اون وقت اون زنان چقدر عاشق امام زمانشان بودن، چقدر آگاهانه و باشعور می جنگیدن، چقدر اینا یک فعالیت های بخصوص علمی فرهنگی داشتن، یعنی آگاهی و بیداری مسلمین در بین جامعه اسلامی اینا زنده کردن. پس اینا زمین اساس شدن. درسته. و تعداده که با امام حسین علیه السلام بله امرکاب شدن همچی بله زنان وجود داشتن و چقدر قابل اطمینان بودن، شناخته شده بودن. منظور میز خانم حسنات که یعنی امام حسین علیه السلام و یارانش بله وقتی خانواده و زن اولاد خودش آورد میفهمیدن، متوجه ازی بودن، اعتماد کار از اینا ساخته بله هست که اینان چگونه زنان هدفمندن، زنان هستن. حالا ما که خود ما را بررسی کنیم ما چگونه هستیم بله. میخوام مثلا یک کمی به زنان امروزی هم ربط بتیم، ارتباط بتیم به خود ما. خب ما چه قسم هستیم؟ آیا ما هم به واقعیت قابل اعتماد و قابل اعتبار هستیم که مردان ما بگه که خب من نسبت به هدفم در زندگی میخوایم فعالیت کنم، میخوایم جهاد کنم؟ آیا زنان امروزی میتونن اینقدر اعتماد داشته باشن، اینقدر خود ساخته هستن، خودشان را به مرحله تسلیم رضای حق بودن میرسانن؟ بله زنان الحمدلله در جهان اسلام به این آگاهی رسیدن بله که اگر مردانشان بر حق باشن در جامعه هر کار علمی فرهنگی انجام بدن، درسته، کارهای اجتماعی انجام بدن، خیریه داشته باشن، میبینیم که زنان دوش و دوش دوشان استادن، همکاری شوهر خودش شناختن، وقتی که معلومات حاصل کردن، به اصطلاح آگاهی پیدا بله کردن، کاملا با همسرانشان اینا دیدیم که شرکت کردن و مشارکت داشتن و مشورت داشتن و همچنان فعالیت های خود ازدیاد بخشیدن. در جایی که همسرانشان مثلا دچار مشکل میشن، اینا اون فعالیت ها را به اصطلاح استاد بله نمیکنن، متوقف نمیکنن، همچنان مردانشان به فعالیت های خود ادامه دادن و این باعث گسترش اسلام شده این بود در جهان اسلام. بله چقدر ما بانوی شجاع میبینیم، چقدر ما بانوی دلاور میبینیم، چقدر ما بانوی شکیبا و صبور میبینیم
که خب در تمام هر سای زندگی با همسران خود اینا همکار هم دردن، یعنی خدای نکرده اگر این زنان یک وقت اینا نارام باشن، ناراحت باشن در زندگی شوهر خود، حتما از هم جدا میشن. ولی اون صبر و شکیبایی و آگاهی را که از مکتب اسلام مخصوصا آموختن و همچنان اندام دهندگان راه خواهر حضرت سیده شاده زینب سلام الله علیها هستند، هیچ وقت اینا به شکست مواجه نمیشن. میبینیم که در جامعه خانواده مستحکم دارن، تربیت فرزند خیلی بر خانواده‌شان پیشتر پیدا کرده. میبینیم با مو عالمی که زمینه زندگی را ندارن بچه‌هاشان تحصیل کرده هست، بچه‌هاشان مبارز است، بچه‌هاشان حق میشناسن، باطل میشناسن، بچه‌هاشان میدونن که چی گونه به حرف مجتهد خود کنن، به حرف علما و مراجع تقلید گوش بگیرن و خیلی هم پایبندن. میبینیم ما جوانان بسیار با تقوی داریم که اینا از دامان همون مادران یافته همون پاکسیده. و اگرم بررسی کنیم آنها هم کسانی هستن که الگویشان همین مکتب عاشورا مکتب عاشورا بود و این زنانه که به خصوصا در این قیام نهضت جرأت همگانی را به زنان آموختند در جهان اسلام، زنان ما غیور شدند، زنان ما شجاع شدند، زنان ما فصاحت و بلاغت پیدا کردند، یعنی تشویق شدند. وقتی تاریخ مطالعه میکنن میبینن که خب موفقیت آمیز بوده این جنگ و جهاد. اگر امام حسین علیه السلام شهید شد، بالاخره زنانی بودن که این نهضت را زنده نگاه داشتن. در واقع ما میبینیم غیر از امام سجاد علیه السلام و غیر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام کسی دیگه از مردان باقی نمانده بود. خب امام محمد باقر علیه السلام که کوچک بودن، امام سجاد هم مریض بودن. و میبینیم نقش انسانساز و نقش خوب و با نتیجه را که حضرت زینب سلام الله علیها در قبال امام سجاد انجام دادن این بود که در چند جای امام سجاد علیه السلام میخواستن که جان خود از دست بدن، اما حضرت زینب سلام الله علیها نگذاشتن. خب لازمه که ما یک مرور بکنیم. یکی در قتلگاه شهیدان بود که امام سجاد برای خداحافظی آمدن، کس کنار پدرشان و سایر شهدای پاک بازی عاشورا جدا میشدن، خداحافظی میگرفتن، به سمت کوفه و شام میرفتن. یعنی در واقع این صحنه های سختی بود که برای امام سجاد تمام شد، اما میخواستن جان آفرین تسلیم بکنن. یعنی خیلی هم حالشان منقلب شد. کی نگذاشت؟ کی دوباره حیات مجدد بخشید به امام سجاد از زینب سلام الله علیها؟ یعنی چقدر زن دلداری ها با دلداری ها همدردی ها. برادر زاده من، این صحنه ها بر ما میگذرد، ولی یک روزی انشالله عقد شناخته می شود و قیام پدرت و نهضت خونین عاشورا زنده می شود و از روز زیارتگاه پدرت این محل و این گودال قتلگاه قرار می گیره، که الحمدلله لطف خداوند ما می بینیم که امروز روز چقدر ظاهر به دور اون قتلگاه و به دور اون محل که امام پاک ما به شهادت رسیده می چرخن. یعنی به قول دانشمندان یا نویسندگان غرب می بینیم که تا به امروز نام و یادشان هست و به خوبی یادشان میکنن همه و در عزایشان عزاداری میکنن، ولی اون دشمنان و کسانی که دشمنی کردن با امام حسین علیه السلام همیشه نابود هستن، همیشه هلاک هستن و هیچ وقت هم نام و یادشان زنده نخواهد بود و نیست. چنانچه ابن سعد دستور داد در پایان روز عاشورا که تمام کشته‌های خود به خاک بسپارند، به جز شهدای که بر رکاب امام حسین علیه السلام بودند و خود بدن پاک امام حسین را. حتی اختار دادند که کسی نباید نزدیک این شهدا بشه. با لطف خداوند میبینیم پاک بازی این شهدای جان برکف و شهدای با ایمان و متدین و از خاندان شریف حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم که چگونه با اون آلت اینا بعد از 3 روز به خاک سپرده شدن، اما امروز محل زیارتگاه عموم جهان اسلام است. برعکس اونا که با تاموشه هم به خاک سپرده شدن، یعنی رفتن دیگه جا به جا شدن، باید امروز از اونا هم یک اثر باقی میمان، چیز از اونا باقی نمان. پس چی بود؟ از اثر فعالیت های شجاع و تربیت نیک زنان بود که در این نهضت سهیم بودن با امام حسین علیه السلام و امریکا بودن. یعنی میدانم که باید بگم که مجاهدین واقعی امین زنان بودن که در این حادثه شرکت کرده بودن و طبق دستور خود
سید شهدا از مدینه حرکت کردند به سمت مکه و آمدند به سمت عراق و الحمدلله خیلی هم نقششان از روی مجراهای صحیح و طبیعی به اجرا رسید که زنان اگر شرکت هم کردن موفقیت آمیز بود و ما میتونیم بگیم که نتایج خوبی به دست آوردن، نتایج انشاءالله باز بادن میگیم برای اگر حیات باقی بود برای خواهران خود که نتایج شرکت زنان چی بود. ولی این سه تا ادب، ادب امام حسین علیه السلام از شرکت زنان در این حادثه، یکی این که عادت و رسوم مردم عرب بود که زنان خود شرکت می دادن، دیگر این که نگذاشتن زنان به دست دشمن بفتن، یعنی می ترسیدن که دشمن بیرحم است و به اینا یک ظلم و شکنجه رو بده رو، و سوم این که کاملا می دانستن که اینا به شهادت می رسیدن و خواستن که زنانشان شرکت بکنن و بعد از اون نقشه شوم بنی امیه را که می خواستن حادثه یا قیام امام حسین علیه السلام را اینا چیز بکنن، برعکس جلوه بدن و تعریف بکنن، زنان رو با خود بردن که الحمدلله با رسالت حضرت زینب سلام الله علیها به خوبی انجام شد و شهادت امام حسین با فعالیت های زنان خوب و متدین این کاروان به اتمام رسید و کامل شد. بله، حال مسئلات امروز میبینیم که خب اگر که در بعضی از خانواده ها، حالا انشالله که هیچ خانواده ای قسم نباشه، حالا مثلا یک گپ پیش میاد، یک ناراحتی پیش میاد، یک کمبودات و امکانات در زندگی است، زنان به شکوه و شکایت میپردازن و چقدر گله گذاری و ناراحت میشن، خونجیگر میشن، افسرده میشن. بله، چطور شد که زنانی که با امام حسین علیه السلام رهسپار بودن این همه مصیبت دیدن، اوج مصیبت در پیشوری چشمشان بود، چرا شکایت نکردن؟ چرا گله نکردن؟ بله، چرا نگفتن بله، که ای چی حالت، ای چی زندگی، چرا ما را آوردی یا چرا یا چرا؟ بله، چون اهدافشان الهی بود، چون میخواستن در مسیر الله حرکت بکنن، میدانستن که در این مسیر هر نوع آسیبی به ایشان خواهد رسید، یعنی آگاهی داشتن که از ظلم دشمن اینا در همان نیستن، چنانچه در امان هم نبودن، در واقع مردانشان کشته شد، شهید شدن و خودشان یک مشت اسید به سلاح به دست دشمن افتادن، اما چون آگاهی خوب داشتن و میخواستن که برای خداوند ثابت کنن، برای جهان نیان ثابت بکنن که اینا هدفشان در این مسیر و در این قیام هدف بیهوده نیست، مطابق اهداف و پیروزی کامل برای مردان خود، برای امام بخت خود، امام زمان خود حرکت میکنن و سمت کربلا و یا عراق با کلی روانه شدن، میخواستن که ثابت بکنن که ما پا در پای مردان خود ایستاده ایم. به هدفشان رسیدن به کمال الهی بود، لذا در این هدف انسان حتما رنج میبینه، آسیب میبینه. بله، دیگه خواستن ثابت کنن، امو صبوری خود پیشه کردن، اما از تبلیغات خود، از صحبتهای خود، از دلایل خوب خود، دلایل منطقی خود برای جهانیان دریغ نورزیدن و برای مردم تبیین کردن و بیان کردن. بله، و این یک نوع فعالیت‌های خوب روشنی بود که در تاریخ اسلام ثبت شد و امروز الحمدلله تمام زنان اگر مطالعه بکنن میدانن که چگونه زندگی بکنن و چگونه به تربیت اولاد بپردازن، چگونه با مردانشان آرایی خوب داشته باشن. بله، بله، و کاملا آگاه باشن و دشمن زمان خود بشناسن. بشناسن دقیقاً، نتیجه آخر همی که ما بتانیم امروزه خود ما را پیدا کنیم، دشمن ما را بشناسیم و یاری امام زمان خود ما داشته باشیم در همه شرایط، چه در سختی ها چه در خوشی ها و خوبی ها. سپاسگزار خانم حسنات یک جان، تشکر از شما و همه شما عزیزانی که تا این لحظه بیننده بودن، جهان سپاس از حضور شما عزیزان. امیدوار هستم که نام و یاد امام حسین علیه السلام در لحظه لحظه زندگیتان جاری باشه و با او زندگی خودتان را هم پر از موفقیت و پر از سربلندی و خوشبختی بسازین. خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم